عزیزان من، توجه خیلی لازم است، بیداری خیلی لازم است. امروز در همه جا میخواهند که ایجاد نفاق کنند، ایجاد یأس کنند. در دانشگاه ها هم همین معنا هست و من باید به اونها هم عرض کنم که ما و جمهوری اسلامی و اسلام پشتیبان دانشگاه هست، پشتیبان دانشگاهیان است، پشتیبان اساتیدی که برای اسلام و برای کشور زحمت میکشند هست، پشتیبان تخصص ها هست. اون چیزی که مسلماً باید نباشد فقط آن است که بخواهند توطئه ها را خدای نخواسته در دانشگاه دامن بزنند. البته توطئه نباید باشد، لکن من به همه اساتید دانشگاه که تعهد دارند به کشور خودشون و میخوان خدمت کنند به کشور خودشون و میخوان تربیت کنند جوانان ما را و میخواهند تخصصهای خودشون را پیاده کنند و صادر کنند برای جوانان ما، به همه اونها من اطمینان میدهم که ایران و اسلام با اونها موافق است و نگهدار اونهاست و پذیرای از اونهاست و هیچ به خودشون تزلزل راه ندهند. و همه متفکران از اساتید دانشگاه و غیر اونها با هم توجه کنند و همکاری کنند با این هیئت اصلاح فرهنگی و انقلاب فرهنگی تا اینکه یک دانشگاهی ما پیدا بکنیم که لبریز از علم باشد، لبریز از تخصص باشد و آرام باشد. اگر در دانشگاه بخواهد آرامش نباشد، این دانشگاه نمیتواند تخصصهای متخصصین را پذیرا باشد. انسانی که تعهد به قواعد اسلام ندارد و تعهد به اون زیربنایی که توحید است ندارد، در علوم انسانی نمیتواند عملی انجام بدهد الا انحراف، و این قابل پذیرش نیست. لکن در سایر رشته هایی که در دانشگاه هست، اون چیزی که مورد نظر است این است که اساتید مشغول به کار خودشون باشند و توطئه در کار نباشد. اما انگیزه های اونها یک انگیزه های مختلفی است، یک امر طبیعی است که انگیزه ها با هم اختلاف دارد. لکن اگر اساتید محترم دانشگاه که میخواهند به این مملکت خدمت بکنند و میخواهند تخصص را از خودشون به دیگران صادر کنند، اونها توجه داشته باشند که محیط دانشگاه محیط تعلیم و تعلم است، نه محیط اموری که به کشور ما ضرر میرساند. هر یک از اونها در این حد باشند که فقط مشغول اون تعهدی که استاد دارد باشند، ولو انگیزه اونها با انگیزه های دیگران اختلاف داشته باشد، اونها مورد پذیرایی هستند و اونها در دانشگاه ها می توانند خدمت بکنند و برادران همه ما با اونها مخالفت نباید بکنند. ولی این جهت باید محرز باشد که انحرافات در کار نباشد و بنای بر این نباشد که اساس جمهوری اسلامی را بخواهند متزلزل کنند و جوانان را وادار کنند به
کارهایی که در دانشگاه مناسب نیست. علمی که انسان را به خدا نزدیک می کند در نفس دنیا طلب باعث دوری بیشتر از درگاه زلجلال می کردد. علم توحید هم اگر برای غیر خدا باشد از حجب ظلمانی است، چون اشتغال به ما سوى الله است. اگر کسی قرآن کریم را با 14 قرائت لما سوى الله حفظ باشد و بخواند، جز حجاب و دوری از حق تعالی چیزی عائد او نمی شود. اگر شما درس بخوانید، زحمت بکشید، ممکن است عالم شوید، ولی باید بدانید که میان عالم و مهذب خیلی فاصله است. اگر اخلاص و قصد قربت نباشد، این علوم هیچ فایده‌ای ندارد. اگر تحصیلات شما العیاذ بالله برای خدا نباشد و برای هواهای نفسانیه کسب مقام و مسند، عنوان و شخصیت در این راه قدم گذاشته باشید، برای خود وزر و وبال اندوخته اید. این اصطلاحات اگر برای غیر خدا باشد، وزر و وبال است.